بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی رسال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. امیدوار هستم هر جایی که هستید شاد و صحت و سلامت بوده باشید. باز هم با قسمت جدید برنامه قلب آسیا، ویژه برنامه افغانستان از شبکه جهانی رسال حق خدمت شما عزیزان و سروران هستم. البته با شما قبلا وعده سپاریده بودیم که در هر ماه یک قسمت از برنامه های قلب آسیا را برای انعکاس دهی صدای شما بیننده های عزیز تخصیص دهیم و فرصت بدهیم برای بیننده های عزیز برنامه قلب آسیا، آنهایی که میخواهند در مورد موضوعات مرتبط با افغانستان صحبتی داشته باشند، صحبت بکنند. البته قبلا هم شبیه این ماه دو قسمت برنامه رفته بودیم در مورد صدای شما و صدای گرمی بیننده های عزیز برنامه قلب آسیا را ما پخش کردیم، شنیدیم. حالا البته در این قسمت از برنامه های قلب آسیا نیز یک بار دیگر خدمت شما عزیزان با صدای شما حاضر شدیم. این برنامه متعلق هست با شما بیننده های عزیز، هر بیننده ای که در مورد موضوعات مربوط با افغانستان باشد، البته گفتنی دارد، دلگفته‌ای دارد، میتواند با ما شریک سازد. اولا از طریق شماره برنامه که انشاءالله تا لحظات بعد کارگردان عزیز من احمد جان زیرنویس خواهند کرد، تماس میگیرید و دلگفته های خود را با ما شریک میسازید و از طریق صفحه فیسبوک برنامه و همچنان شماره واتساپ برنامه نیز نزد شما هست، در روی صفحه تلویزیون نیز ظاهر خواهد شد، میتوانید به شکل پیام یا رساله میتونید که با ما دلگفته های خود را شریک سازید، من حتما انشاءالله خواهم خواند. اما قبل از این که بریم به سراغ صدای گرم شما و تماس های گرم شما را بگیرم، بدون شک روزهای گذشته، غالبا امروز که 13 اکتبر هست، 7 اکتبر دقیقا 16 سال می شود از ورود ناتو تحت رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان. یعنی 16 سال قبل از امروز ایالات متحده آمریکا رهبری ناتو را به عهده داشت و ناتو به افغانستان حمله نظامی کرد و به افغانستان آمدن و 16 سال میگذرد که نیروهای ناتو در افغانستان مستقر هستند و مصروف جنگ هستند. در این 16 سال وجود نیروهای خارجی در افغانستان چه دستاوردهای داشته؟ اگر بیننده‌ای از بیننده‌های ما، هر کسی که میخواد روی این موضوع صحبت بکند، میتونید روی این موضوع صحبت بکنید که دستاورد حضور 16 سال آمریکا در افغانستان چی بوده؟ چه منافعی برای ملت و دولت ما داشته است؟ و چه ضررهایی را ما متقبل شدیم؟ من تلاش میکردم در این مورد چیزی بخوانم. به صفحه فیسبوک دکتر فضل الهادی وزین، یکی از اساتید دانشگاه های افغانستان که بارها در این برنامه، یعنی در برنامه قلب آسیا با ما هم صحبت شدن، با ایشان صحبت داشتیم، مصاحبه ایشان را شما شنیدین، مطلبی از ایشان را در صفحه فیسبوکشان خواندم، برای من جالب تمام شد، خواستم این مطلب را با شما شریک بسازم. من مطلبی را که دکتر صاحب وزین به مناسبت حضور 16 ساله ناتو و آمریکا در افغانستان نوشته بودن را خدمتتون عرض میکنم و بعد از ان شاء الله میریم به سراغ تماس های شما. دکتر فضل هادی وزین در صفحه فیسبوک خود می نویسد به مناسبت 7 اکتبر سال روز حمله نظامی آمریکا بر افغانستان، به دنبال حادثه 11 سپتامبر در 7 اکتبر سال 2001 میلادی ایالات متحده آمریکا بر افغانستان حمله نظامی کرد. هدف اعلان شده این حمله ظاهرا مقابله با آنچه که بدون تعریف مشخص و قانونی تروریسم خوانده شده بود، هدفشان حمله یا جنگ با تروریسم بود. امروز که 13 اکتبر هست، البته 13 اکتبر سال 2017 میلادی هست و از حمله نظامی آمریکا و دراسترین جنگ این کشور در تاریخ 16 سال میگذرد و ده ها هزار انسان در افغانستان و کشورهای منطقه قربانی جنگ های خونین
و ناامنی شدند. متاسفانه افغانستان و کشورهای منطقه بیشتر بی‌ثبات گردیده و شعله های جنگ در افغانستان، عراق، سوریه، یمن، لیبیا و بعضی نقاط دیگر به شدت شعله ور است و دامنه تشنج و بحران هر روز گسترده تر می گردد و اوضاع وخامت بیشتر کسب می کند و نگرانی ها در مورد آینده زیادتر می شود. با وجود ناکامی واضح امریکا در رسیدن به اهداف اعلان شده، حکومت آن کشور بر ادامه جنگ در افغانستان اصرار دارد و بنابر استراتژی آقای دونالد ترامپ، آمریکا در صدد تقویت جنگ و اعمال خشونت مزید با استفاده از اسلحه و تاکتیک های جنگی جدید تا مدت غیر محدود است. البته آمریکا هم چند قبل اعلان کرد که جنگشان را در افغانستان علیه تروریسمی که خودشان عنوان کردن ادامه میدهند و بیشتر میکنند. اصرار آمریکا بر جنگ و تشدید قتل و کشتار در افغانستان با وجود اعتراف نظامیان و دولت مردان آن کشور به عدم پیروزی در جنگ طی 16 سال گذشته، این احتمال را تقویت می کند که آمریکا در افغانستان و منطقه به دنبال اهداف دیگری است، غیر از آنچه در علن و به طور رسمی عنوان می کند. درباره اهداف پنهانی و مرموز آمریکا از ادامه جنگ در کشور ما تحلیل های متعدد وجود دارد، اما این اهداف هرچه باشد یک حقیقت کاملا مسلم و انکار ناپذیر این است که قربانی جنگ مرموز و نامحدود آمریکا مردم و سرزمین افغانستان است. قربانی این جنگ 16 سال گذشته و بعد از این تا چند سالی که ادامه پیدا خواهد کرد، قربانی این جنگ تنها و تنها کشور عزیز ما افغانستان و ملت شریف افغانستان هستند. بدون شک ادامه جنگ آمریکا در افغانستان و تبدیل شدن کشور ما به میدان رقابت‌های استخباراتی کشورهای منطقه چون ایران، پاکستان و هند، روسیه و چین برای سالیان دراز دیگر از مردم افغانستان به مثابه هیزوم این جنگ قربانی خواهد گرفت و اوضاع سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی از بد بدتر خواهد شد. در چنین حالت منفعت و مصلحت افغانستان در پایان دادن به جنگ و نجات ملت و میهن از فاجعه و تباهی ناشی از جنگ است، نه در ادامه و تشدید آن. یعنی آقای وزیر عنوان میکنند که منفعت و مصلحت افغانستان و مردم افغانستان در این است که با هر راهی که شود باید این جنگ متوقف گردد. سران حکومت افغانستان به جای کوفتن بر تبل جنگ و تایید بلاقیت و شرط استراتژی جنگی آمریکا، باید برای صلح و قطع جنگ اراده قاطع نشان داده و در این راه گام‌های مخلصانه و جرأتمندانه بردارد و به منظور رسیدن به حل سیاسی با مخالفین مسلح بعضی قربانی‌ها و تنازلات را بپذیرد. مخالفین مسلح دولت نیز باید با درک درست اوضاع و دورنگری از اصرار بر جنگ با حکومت دست بردارند و قبول تنازلات و قربانی جرأتمندانه وارد روند حل سیاسی و قطع جنگ شوند. اگر مذاکرات و تماس مستقیم میان اطراف جنگ ممکن و میسر باشد خوب، ورنه جهت‌های افغانی میانجی و وسیط افغانی مسلح مستقل و سالس بالخیر چون شورای صلح و نجات افغانستان آماده است تا به حیث وسیط بین اطراف نزاع و جنگ تا آغاز مذاکرات مستقیم عمل نماید. بهترین گزینه میسر و ممکن برای مردم افغانستان در مقابله با استراتژی جنگ طلبانه آمریکا قطع جنگ بین الافغانی و رفتن به سوی مصالحه و توسل به حل سیاسی است که باید ایجاد یک حکومت قوی، تامین امنیت و ثبات و از بین بردن عوامل جنگ به شمول قطع مداخلات خارجی و خروج نیروهای نظامی آمریکا را به دنبال داشته باشد. حکومت و مخالفین مسلح باید بدانند که پایان هر جنگ مذاکره و صلح است و صلح بدون گذشت و قربانی به دست نمی آید و قربانی و گذشت جرأت و شهامت می خواهد. این مطلب بود که دکتر فضل الهادی وزیر در صفحه فیسبوک خود به مناسبت حضور 16 ساله ناتو تحت رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان در صفحه فیسبوکشان نشر کرده بودند. شاید بسیاری از من و شما با جزئیات زیادی از این مطلب اتفاق نظر داشته باشیم. یکی از جمله که قربانی این جنگ مرموز در 16 سال گذشته و در سالهای آینده تنها و تنها ملت شریف افغانستان هست، این افغانستان هست که
تخریب می شود. این مردم افغانستان هستند که قربانی می دهند. این زنان افغانستان هست که بیوه می شوند. این فرزندان افغان هست که در اثر این جنگ یتیم می شوند. اگر در این مورد صحبت می کنید، هم اختیار دارید در مورد حضور 16 سال ایالات متحده آمریکا در افغانستان که چه دستاوردهایی داشته، چه منافعی داشته و چه ضررهای به ما و به دولت ما، به ملت ما، به کشور ما وارد کرده است. روی این موضوع اگر صحبت می کنید می توانید صحبت بکنید. اگر علاوه از این موضوع دیگری را می خواهید روش صحبت بکنید هم اختیار دارید. من میروم به سراغ اولین تماس و اولین بیننده خود، اولین بیننده را می گیرم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد محترم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر صادق عزیز، خوش آمدید. چه حال دارید؟ خوب هستید انشاءالله؟ ما از شما و از تمام برادرای وصال حق که در این رسانه خدمت میکنن برای مسلمانان عرض و ادب دارم و سلام تقدیم میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله. خداوند چراغ تلویزیون شما را همیشه روشن داشته باشه. آمین آمین. تشکر استاد گرامی. آمریکا غیر از بدبختی برای ملت مظلوم افغانستان هیچ چیز نآورده. آمریکا هیچ جای را آباد نکرده و به هیچ جنگ موفق نشده. درست. هر جا دهشت انداخته. عراق اگر بگیرین، ویتنام اگر سابق فکر کنین، افغانستان، پاکستان، همه جا ممالک های اسلامی را اینا حمله میکنن و تار مار میخواد بکنن. بله. در افغانستان ببینین در 16 سال ما و شما بهترین مسلمانایی که روس ها بر قدرت نتونست شهید بسازه، آمریکایا به زندان ها شکنجه دادن و شهید ساختن. بهترین علمای دین اینا شهید ساختن. آمریکا با مردم رافضی یک جا کار میکنن، دوش به دوش پیش میرن. شما باور کنین بهترین استادهای مدرسه های دینی ده اینا شهید ساختن. از این هیچ کس چشم پت کرده نمیتونن. شما ببینین خواهرایی که در زندان بندی است، باور کنین شوهرایشان به خاطر خاک افغانستان شهید شدن، عسکر بودن. امروز اینا میرن در خانه از او خانمای پاک دامن زنا میکنن با اونا. این یک چیز است که در فیسبوک میتونین، در برنامه ها میتونین که تعقیب کنین. این حرفای روی هوایی نیست، این چیزایی است که کردن اینا. شما ببینین در زندان ها زنا حامله میشه. این کلش ثمره دموکراسی امریکاست در افغانستان. مدرسه های دینی را اینا بسته میکنن، مساجد انفجار میتن. از برای خدا امریکا آقای وزین گفته که دولت با اینا از صلح حرف بزنن. اینا مردم صلح نیستن، اینا انسان های صلح نیستن. اگر فکرتان باشه استاد محترم، بوش خودش گفت که یک جنگ مذهبی است، یک جنگ صلیبی است. اینو باید فراموش نکنین. امروز در افغانستان لودین که پرچمی باشه یا یک انسان کش شهید یا کشته نمیشه. همیشه سعی کنین یک مسلمان شهید میشه. همیشه ببینین یک انسان که در منبر مسجد حق میگه شهید بشه. یک انسان آدم کشه هیچ وقت نکشتن. شما یک جنایتکار نشان بتین که کشته شده باشد این جنگا. همیشه سعی کنین مجاهده که 9 سال در مقابل روس استاد شد تا امروز در مقابل امریکا استاد است، اینا شهید میشن. این ثمر 16 سال امریکاست. اگر غلط میگم برادران میگه که ملاحظه کنن سر حرف ما، خدا شاهد است از وقت روسا تا به حال تنها مسلمان کشی است، تنها مسلمان کشته میشه. مگر ما خواب هستیم؟ برادران صدای خود بالا نمی کنن. این یک حقیقت است که امروز اگر در زندان پل چرخی است، اگر در زندان بگرام است، هر جای کس مسلمان هاپ تاپ است. اگر شما در گوانتانامو را باز کنین، شریفترین انسان در اونجا نشسته. اونجا آدم کش دزد بندی نیست، اونجا کلش کسایی است که از پیغمبر خدا حضرای حلا دفاع کردن شکنجه می شوند. مگر استاد محترم رای حل از این چی هست؟ آیا کسایی که به نام طالب و مجاهد جنگ می کنند فعلا برادر برادر می کشه؟ استاد محترم یه طور نمیشه که اینا برند در بگرام امریکایی ها را بکشن که ما بگویم جهاد است. باور کنین هر دو طرف افغان کشته میشه، هر دو طرف مسلمان کشته میشه، هر دو طرف الله و اکبر میگه. واقعا درد من افسوس میکنم به یاد برادرها را نمیگیرم، وقت شما را نمیگیرم. تشکر مرا وقت دادین، رخ شدم. الحمدلله شکر. شب و روزتان بخیر باشه. الله با شما باشه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر برادر صادق عزیز، بیننده همیشگی ما که همیشه صدای شما را داریم. الحمدلله این بار هم موفق شدیم که صدای شما را داشته باشیم. میریم به سراغ بیننده بعدی. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. سلام، شب بخیر. سلامت باشید. بفرمایید، خودم معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ ما محمد حسن هستم، از تهران زنگ میزنم. برادر محمد حسن از تهران، خوش آمدید. بفرمایید در مورد چی میخواید صحبت بکنید؟ والا ما گفتیم که این درباره صلح افغانستان گفتیم که هر کدامی که باشه باید ملت‌های افغانستان، دولت‌های افغانستان، مردم افغانستان، کسایی که درگیر است در جنگ افغانستان، اگر می‌خواهیم مردم افغانستان به حساب این افغانستان آرام شود، به حساب آباد شونه، مردمش از آوارگی، از چی بگم، از دربدری، از بلا تکلیفی، از عقب ماندگی اینا اگر نجات پیدا کنه، هر کدام از دولت یا به حساب از طالبان، از علما ها، از همه احزاب ها، از همه به حساب اقوام ها، اینا همه باید از خود گذشت نشان بدن. بله، باید گذشت نشان بدن. ما مردم افغانستان اگر باید اگر بخوایم که به حساب وقار داشته باشیم، اگر میخواییم پیشرفت داشته باشیم، اگر بخواییم به حساب مملکت داشته باشیم، اگر بخواییم مثلا آرامش داشته باشیم، اگر اینها را به حساب داشته باشیم، باید از خود گذشت نشان بدیم، برنامه بریزیم، چی برنامه بریزیم که به حساب اختلافات کم شود، چی برنامه بریزیم که با هم دیگه بتونیم بسازیم، با که به حساب زیر یک پرچم به حساب چیز کنیم، اگر این طرف به حساب دولتی هستیم، اگر این طرف به حساب طالبان هستیم، اگر این طرف به حساب حزب دیگر هستیم، اگر این طرف اقوام دیگر هستیم. حالا آره، چیز در اینجاست که بیاییم مثلا همدیگر را قبول کنیم. اون وقت اگر ما زمانی بیرسه که به این وحدت کلمه، به این چیز همدیگر را قبول کنیم، هیچ کشورهای دنیا از آمریکا، روسیه، ایران، پاکستان، جای دیگر، هیچ چی بگم به زبان ساده اینه بگیم، اگر ما اگر همدیگر را قبول داشته باشیم، اینا هیچ غلطی نمیتونه به حساب چیز کنه. اینا زمانی میتونه مثلا روی کار کنه، زمانی ما را میتونه اسیر کنه، زمانی میتونه مثلا ما را دربدر کنه، زمانی میتونه ما را ذلیل کنه که ما با همدیگر نسازیم. درست. ما زمانی که به حساب چی کنیم، به حساب اگر بخوایم که به حساب مملکت ما آرام باشه، مملکت ما پیشرفت داشته باشه، مملکت ما وقار داشته باشه، مملکت ما سر جای خود باشه، باید کلگی از به حساب از هر قشر و از هر مذهب و از هر قوم و از هر چیز باید از خود این مقدار گذشت نشان بدیم. واقعا تشکر میکنم بیننده عزیز. اگر این کار نکنیم، هیچ وقت همینجور به حساب سرکوفت ما خوریم تا اینکه هیچ چی دیگه. درست میفرمایید. ما 30 سال در جنگ بودیم، شاید مثلا 100 سال دیگه هم در جنگ باشیم اگر ما همدیگر قبول نداشته باشیم. فقط مردم ها مثلا ما اگر با همدیگه بسازیم، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه به حساب اونجا، هیچ بهانه ای نداره که به حساب اونجا باشه. همساله های ما همینجوری. وقتی که ما خودمون قبول نداشته باشیم، خب تشکر میکنم. این بر اون بر مثلا آویزان بلا تکلیف. حالا نگاه کن مثلا این مملکت ما یکیش کجاست؟ یکیش پاکستان، یکیش ایران، یکیش اروپا، یکیش جایی برادر محمد حسن، واقعا صحبت هایتان همیشه واقعیت دارد. خیلی ما دربدر شدیم، ما در هر جای دربدر شدیم، در هر کشور مهاجر داریم، وضعیت مهاجرین ما چقدر وخیم است در این کشورها، این خودش درد هست. صحبت هایتان واقعا جالب بود، تشکر میکنم از تماستان و خدا حافظتان. البته پخش زنده برنامه همزمان در فیسبوک ادامه دارد. احمد جان بیا ببریم به سوی بعض کامنت ها. بله، حساب فیسبوک که افغانستان افغانستان هست، سنا الله روزی نخواد در هر آش نباش. جمعه صمدی سلام گفتن، و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عبدالبصیر مرادی هم سلام گفتن، و علیکم السلام. بنده های عزیز زیاد سلام گفتن. بر علاوه سلام، اگر گفتنی هایی دارید میتونید که اینجا بنویسید، من میخوانم. محمد نعیم مخلص هم سلام کردن، علیکم السلام. امان الله سفری
سلام گفتن. و علیکم السلام و رحمت الله. ثناء الله روزی پرسیدن خدمت نیست. نه برادر عزیز، التماس دعا داریم اگر از شما باشه میشنویم. بسم الله صمدی سلام گفتن. و علیکم السلام و رحمت الله. عزیز هوتک هم دعا کردند که در پناه الله متعال باشید. شما همچنان در پناه الله متعال باشید برادر عزیز هوتک. صفحه افغانستان افغانستان کاربر به نام افغانستان افغانستان سلام کردن. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خب تشکر احمد جان. میریم به سراغ بیننده بعدی. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. صدای ما را نداری؟ خوش آمد بیننده عزیز، خودم معرفی کنید. بله صدای شما داره پخش میشه. کی هستید و از کجا تماس گرفتید؟ من هشام هستم از کراچی پاکستان با تماس گرفتم. خوش آمدید برادر هشام عزیز، بفرمایید در مورد چه موضوعی میخواید صحبت کنید؟ من میخواستم در رابطه با حضور 16 ساله آمریکا در افغانستان و نتیجه حضور چند دقیقه شما رو بگیرم و گفتنی های داشته باشم به هموطنان و جهانیان. بفرمایید. نخست از همه از اینجا گپ باید آغاز کنیم که حضور آمریکا تقریبا 16 یا 17 سال قبل، البته به بهانه مبارزه با تروریسم یا از بین بردن لانه های تروریسم، در کشور ما حضور پیدا کردن و این چیزی پنهان و پوشیده هم نبود از همه ابتدا که یک دسیسه بود طالب و القاعده و دیگر تا اینکه آمریکا بتونه به بهانه از اونا در کشور ما حضور پیدا کنه و خود با آبهای گرم برسانه و بتونه با رقیبای منطقوی که در قلب آسیا داره با اینها رقیب باشه و اونها را همیشه مراقبشان باشه. یعنی گروهی که ذکر کردین حضور نداشتن؟ بله؟ گروهایی را که ذکر کردین به بهانه او گفتین آمریکا آمده در منطقه یا در کشور ما، اونها حضور داشتن یا خیر؟ حضور داشتن البته. اونها عملا حضور داشتن. بله اونها ابتدا اونها حضور داشتن، اونها را به نحوی ایجاد کرد، تسلیحات داد به اونها تا اینکه اونها اینجا فعالیت داشته باشن. درست. و بهانه ازی که باز دوباره اونها را از بین ببره و آمریکا اینجا قدم های کثیف خود ماند و کشور ما را اشغال کرد به بهانه البته مبارزه با تروریسم و از بین بردن افرادگرایی و غیره و غیره. درست. اما از روزی که آمریکا در کشور ما آمده، البته بسیار خوش باورایی در وطن ما داشتیم که اونها خوش باور بودن به حضور آمریکا. که با آمدن آمریکا ما میتونیم به ثبات سیاسی برسیم یا به ثبات اقتصادی برسیم و بتونیم با همسایه ها مقابل کنیم و آمریکا با ما خدمت میکنه چنین چنان. اما آنچه که ما در طی 17 سال یا 16 سال گذشته دیدیم از دور حکومت انتقالی آقای کرزی تا به امروز، اگر ما شماروار به طور نمونه مشت نمونه خروار ذکر کنیم، از ثبات سیاسی اگر ما شروع کنیم، تا امروز ما هیچ گاهی به یک ثبات سیاسی درست نرسیدیم. مهمترین مؤلفه نظام های دموکراتیک آمریکا در اینجا ادعا داره انتخابات است. به طور نمونه اگر ما بگویم چند دوره که ما انتخابات در افغانستان پشت سر گذاشتاندیم، البته اون هم برابری و مصارف گذافی آمریکا و جامعه جهانی، از رسواترین انتخابات های جهان و بدنامترین انتخابات های جهان، این هم نمونه از ثبات است که بعضی انسان های خوش باور و یا بگویم اجیر و مزدور به این لاف می زدن که ما میتونه آمریکا برای ما ثبات سیاسی بیاره، نظام مستقل، نظام سیاسی مضبوط و محکم را برای ما به ارمغان بیاره که نتوانست. و از سوی دیگر چون جنگ های متداوم در کشور ما ادامه داشت و از لحاظ اقتصادی هم ما یک کشور جنگ زده و فقیر بودیم، در ادامه و تداوم این جنگ هم حضور آمریکایی ها موثر بود؟ نه خیر هرگز نبوده. هرگز آمریکایی ها در چرا مگر آنها جنگ را ادامه نمیدن؟ حضورشان به هیچ وجه مفید نبوده و مؤثر. من گفتم یعنی آنها عامل تداوم جنگ نیستن؟ آمریکا دقیقا خواهان تداوم جنگ در افغانستان است. یعنی اگر جنگ اینجا دوام نداشته باشه و
تنوری جنگ اینجا گرم نباشه، حضور امریکا در اینجا با ضرورت نباشه، محسوس نیست. باز میریم طرف ثبات اقتصادی که امریکا بعضی ها به این باور هستن که امریکا اینجا با بوجی های از دلار و یورو به کشور ما آمد و ممکن کشور ما را از یکی از کشورهای اقتصادی جهان میکرد، اما بدبختانه در با گذشت 17 سال یا 16 سال ما به هیچ نوع ثبات اقتصادی در کشور نرسیدیم. ما هیچ نوع کار زیربنایی در کشور ما امریکا انجام نداد. حتی یعنی این به این معناست که امریکا با دست خالی وارد افغانستان شد، پل های نیامد، پل های هنگفتی وارد افغانستان مگر نشد؟ شد، پل های هنگفتی وارد افغانستان شد، اما هدف او پل ها برای ما کدام ثبات اقتصادی و جایگاه اقتصادی برای مردم افغانستان نداشت. خب برای کسایی که کسانی از اون سرمایه صاحب سرمایه شدن، صاحب قصرها شدن، صاحب شرکت شدن، صاحب خانه ها در بیرون از افغانستان شدن. بله، همونها کسایی بودن که قبلا من نام بردم براتون، که اون انسان های خوشباور و مزدور عجیر بودن که امریکا از اونها استفاده کرد و به بهانه از اونها با امضای از اونها وارد افغانستان شد. طبعا که برای از اونها باید چیزی میداد تا اینکه اونها سکوت میکردن. درست، پولهای را وارد کردن، ولی پولها در افغانستان اینجا اگر حضور داشته باشه انسان میفهمه که پولهایی که امریکا در افغانستان به ما سر میرسانه یا به نفع خودش است یا به نفع نوکرایش است، فقط برای بسته کردن دهن یک تعداد تا اینکه اونها در رسانه های جمعی و در تلویزیون های و رادیو ها یعنی برای بهبود اوضاع اقتصادی ملت ما نیست. نه خیر، به هیچ وجه برای بهبود اوضاع اقتصادی ملت ما نبوده. و از سوی دیگر حضور امریکا مفسدین و فساد اداره در کشور بسیار تقویت کرد. امریکا با پول خود، با پولی که وارد افغانستان شد، توانست تعداد زیادی مفسدین را در اینجا تربیت کنه و ادارات ما را قصدا آمریکایی ها فاسد کردن و شخصیت های فاسد و مفسد را در اونها گماشتن که تا امروز ما ملت از او رنج میبریم. و از سوی دیگر شما میدانید که اینجا رسانه ها و رسانه های فحشا و بی‌حیایی را در کشور ترویج کردن و تلویزیون هایی که مستقیما از سوی اونها در اینجا حمایت مالی میشه توانستن در کشور ما فحشا را ترویج بدن، سریال های بسیار بی‌حیایی و یک نوع تهاجم فرهنگی برای کشور ما آوردن اینها. درست، یعنی فرهنگ های بیگانه را بالای ما تحمل کردن و در عوض فرهنگ های اسلامی و ملی ما را اینها به نام فرهنگ های عقبگرا و یا عقب مانده اونها را زیر پای کردن که امروز همه ما متوجه از هستیم. ما از رنگ میبریم به طور نمونه، ما میتونیم برنامه ستاره افغان را میبریم که یک برنامه شیطانی که انقریب فکر میکنم باز آغاز میشه و از سالانه صدها دختری مسلمان را از چادر و حجاب اسلامی را از طریق میگیره و تشکر میکنم جامعه ما را تحت میکنم. تشکر میکنم، بین الله های پشت خط داریم. تشکر از صحبت هایتان، خدا حافظتان. میریم بیننده بعدی را میگیریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز، خودم معرفی کنید، از کجا تماس گرفتید؟ ما از کشور ترکیه تماس میگیریم. از ترکیه؟ بله. خوش آمدید برادر عزیز، بفرمایید در مورد چی موضوع میخواید صحبت کنید؟ برادر عزیز، در مورد افغانستان بودیم. امریکا هیچ امکار افغانستان هیچ کار نکرد. امریکا بی هم جنگ افغانستان امریکا آورد، هر چیز هم امریکا نکرد افغانستان. برادر عزیز کمی آرامتر اگر صحبت بکنید، صدایتان واضح نیست. ما میگیم برادر هم امریکا که آمد افغانستان هیچ کار امریکا نکرد. صدا واضح نیست احمد جان. برادر عزیز صدایتان واضح نیست، اگر لطف نموده دوباره تماس بگیرید چون صدایتان مشکل داره، واضح نمیشنیم صدایتان. میریم سراغ بیننده بعدی. بله، سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز، خودم معرفی کنید، از کجا تماس گرفتید؟ ما لال محمد هستم، از کانادا صحبت میکنم. استاد رحیمی صاحب، ما بار اول است که با شما صحبت میکنم. الحمدلله که راه شده، بسیار خوش هستم. خوش آمدید برادر لال محمد از کانادا. چی گفتنی دارید؟ سلامت باشید. بسیار خوش هستم از این برنامه بسیار زیبای شما.
سلامت زنده باشید. که برادران در دل خدا گفتن و من در دل دارم. بفرمایید. از خاطر اینکه خود ملت افغانستان مقصر است امروز. اگر روس آوردن نمی پرچمی و خلقی خود افغانا بود. بله. اگر امروز امریکایی ها را آوردن در افغانستان، فحشا را آوردن، بدبختی را در افغانستان آوردن، خود می افغاناست. امروز یک فایشه نامی مشهور امروز به نام آریانا سعید امروز ببینید که تمام این وزرای امی دولت مفسد کافر مشرک فروخته شده امروز سر تا سر امی وزیرهای تی برای ازی توفا میدن. آیا مقصر امی آریانا سعید است یا خود امی مردای افغانستان؟ خود امی مردای افغانستان که امروز در دولت فحشا شدن، خودشان بیغیرت و دلوز شدن. اگر این واقعا دولت اسلامی است، چرا اسلام را تطبیق نمی کنند؟ چرا شریعت را تطبیق نمی کنند؟ 2 میلیون ما شهید دادیم. اون مردم افغانستان یک کمی خجالت بکشه کسانی که دی دولت امروز وابسته است، ماش میگیرید، تنخواه میگیرید، دلار میگیرید. 2 میلیون ما شهید دادیم. ما در فامیل خود 7 نفر 8 نفر شهید دادیم. امروز دولت اسلامی کجاست؟ چرا اسلام تطبیق نمیشه؟ چرا این مفسدین این دلار فروش ها یا جهاد فروش ها این وطن امروز فامیل به مفسدین تسلیم کردن، به روافض تسلیم کردن، به شورای بیدین و بیادب و گستاخ تسلیم کردن، به اسلام ستیزا، به امان الله خانی هایی که امروز میگه سکولر باشه، دین نباشه، از دین از سیاست جدا باشه. این کسایی که داد از مجاهد از جهاد از گجاستن امروز چرا یا دفاع نمی کنن؟ چرا افغانستان به این سرعت رسیده؟ چرا افغانستان اسلام نمیشه؟ چرا اسلام نمیه؟ چرا برادر برادر خدا میکشه؟ به این اندازه امروز برادر برادر و ملا گفته برادر الله اکبر میگوه و الله اکبر یکی دیگر میکشن به خاطر از اینکه شریعت اسلام تطبیق نمیشه. امروز صوفیزم، امروز همی کسایی که بنام طریقت بنام پیر بنام پیرخانه امروز افغانستان بدتبایی بربادی کشاندند. استاد رحیمی چرا توحید درس نمیدن؟ چرا قرآن درس داده نمیشه؟ چرا مردم ما بیسواد هست؟ چرا فقر دینی دارن؟ چرا از اسلام امروز از قرآن دور است مردم؟ امروز قفامونه ما جنجال داره. فامیله ما رو میگم تو قرآن میخوام اگه تو وهابی شدی میگم بیا روزه بگی میگه تو وهابی شدی برو حج میگه تو وهابی شدی میگه تو به فحشا نرو میگه تو وهابی شدی از برای خود ملت ها چو شده این ملت چرا اسلام امروز نه قبول ندار نداری برو از اسلام برای که بانه که شریعت بشه تطبیق شد و هر کسی که میخواد شریعت ها داره امروز مردم ما و شما در فقر دینی مطلق گرفتار است. امروز نمیخوان که اسلام در افغانستان پیاده شوه. اینوی کسایی که در رأس دولت است، کسانی که از غرب میرن، همین یک توی فروش های وطن فروش، اینوی کسانی که امروز یک ذره از اسلام علا کتا کلمی خود خانده نمید امروز رفت در معاصره دولت کردن. دخترهایشان امروز امریکایی نگرفته و خودشان در دولت اسلامی افغانستان وظیفه دارن. شرم و ننگ از وی دولت. باید تغییرات داره، باید اسلام را تطبیق کنه، باید شریعت را داره. ما تا چه وقت ما میخوایم خون شهیدای ما تطبیق ما میخوایم که اهداف شهیدای ما برآورده شود؟ چرا این دولت این تو خاموش است؟ 4 نفر وطن فروش امروز پول پیسه را گرفته به نام جهادی، به نام مقاومت، به نام این و آن، به نام گجاست شما؟ چرا از وطن دفاع نمیکنه؟ امروز روافض آمده وطن اتفاقی 4 تا فحشا را آورده در وزارت داخل روافض، در وزارت امنیت روافض، در تمام رجای دوینه که امروز روافض گرفتیتان. چه شده مقامت شما؟ چه شده جمعیت شما؟ چه شده شورای نظار شما؟ چرا دفاع نمی کنه؟ چرا این وطن برای حافظ تسلیم کرده؟ ما بسیار درد داریم رایمی سر، ما بسیار اقده ها داریم، ما بسیار چی مقیم برد که بیخی باور به خدا که که به که ایرام مونی که ما از اسلام امروز مردم فرار میکنن به خاطر عزی که باشن اسلام نه اگه بگوش قرآن میخوان اسلام تطبیق شده مردم فرار میکنن میگه نه بیرونی فحشا و اینی بدبختی رو جوانه با گرفتار هستن. واقعیتی هست، واقعیتی ما میخواییم که بعد شریعت در افغانستان تطبیق شود. کسانی که شریعت رو نمیخواد افغانستان فرار کنند، برن گم شوند، نابود شوند. نیست نابود با دبی کسانی که اسلام در افغانستان نمیخواد مرگ و نفرین بر کسانی که وطن فروش، دین فروش، جهاد فروش هستند. علی آخرین چیزی ما بود رحیمی صاحب تشکر میکنم بازم به احساسات آمدم از این که ما شهید دادیم واقعا درد داریم همین ماشما درد همین ماشما در مقابل مفسدین دفاع کنیم. خداوند یک امن امنیت داره و این مفسدین سلب در نیست نابود و محو از روی جهان بگردانه. آمین. علی عرض ما بود از آدم دیو تشکر میکنم. تشکر میکنم برادر عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از برادر لعل محمد که از کانادا احساسات و دردهای درونی خود را با ما ابراز کردن. میریم سراغ بیننده بعدی. بله سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
خوش آمدید بیرونده گرامی، خودم معرفی کنید از کجا تماس گرفتید؟ حلیمه هستم، از کابل با شما با تماس بدیم. خوش آمدید خواهر حلیمه، موحد هستید فکر می کنم. بله. خوش آمدید، بفرمایید. استاد محترم، سلامای خدا و احترامات بی پایان خدا خدمت شما استاد محترم بزرگوار و دیگر استادان و تمام کارمندان و خدمتگاران شبکه جهانی وصال حق تقدیم میکنم. امید همیشه در راه خدمت دین موفق و کامگار باشید. آمین. این شبکه و شبکه هایی که به خاطر رضای الله در راه نجات مردم از شرک و بدعت و خرافات و راهنمایی به کتاب الله و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت میکنند، الله منان از هر نوع گزند دشمن حفاظتشان کند. آمین. استاد محترم، امروز مشکلات ما به حد زیاد است و الله منان از شما راضی باشه که شما تانستین این مشکلات بیان کنین و به گوش مردم برسانین، حتی به سوی جهان به مردم برسانین که این مشکلات ما، یعنی تقریبا با دیدن امی شبکه ما کسایی را سراغ داریم که میگن که ما در گذشته، یعنی گذشته بسیار خراب داشتیم. بله. اما از وقتی که ما این شبکه را میبینیم، الحمدلله در بسیاری از کارهایی که ما نمیدانستیم که کار غیر انسانی است و یا کار غیر شرعی است، ما از بسیار کارهای بد و خراب خودداری کردیم. به همین منوال ما بسیاری از فامیلا را سراغ داریم که الحمدلله با دیدن و شنیدن پیام های شما و برنامه های شما تغییرات مثبت در فامیلا ایجاد آمده. الحمدلله، این فضل و احسان پروردگار است خواهر گرامی. الحمدلله بشکر. به همین منظور من هم خواستم که با وجود اینقدر مشکلات ها یک مشکل دیگر را شما شریک بسازم. بفرمایید. که شما مسئولین برسانید و این مشکل همو کار مزخرفی است که باید از این جلوگیری شد و این کار عبارت از تجدید روز معلم است. روز معلم مانند سایر روزهای دیگر جهانی مثل روز مادر، زن، دختر و دست شستن و دیگر غیره از طرف کفار تجلیل میشه. مطلب از این است که این خو یک موضوع قابل بحث جداگانه است که اگر ما بس کنیم ببینیم که یک سوال جا پیدا میشه که چرا روزها به نام طبقه ناز تجلیل میشه و به نام طبقه ذکور هیچ روز تجلیل نمیشه. یک بحث جداگانه است. درست. خب استاد، این آشکار است، هویداست که معلم خودش یک شخصیت والا و یک شخصیت برجسته در یک جامعه است. معلم یک خدمتگار اساسی یک جامعه است. معلم را باید وزارت معرف، معلم را باید دولت تقدیر و تحسین کند، از احوال و زندگیش خبر بگیره، چرا که کسی از احوال و مشکلات زندگی معلم کس خبر نداره که او با چی مشکلات، با چی بیچارگی و با چی حالتا زندگی میکنه. ما معلمین داریم که ماششان کفاف زندگیشان نیست، با بسیار مشکلات در بیچارگی زندگی میکنند و این مشکلات، یعنی اگر به این مشکلات توجه نشده، اگر در طول سال یک روز اگر یک شاگرد تجلیل کنه، برای معلم چی فایده؟ کدام حاصل؟ چی حاصل خواهد شد؟ فردای روز یا روزهای دیگه ما اتو کسایی داریم از جمله شاگرده که اگر پدرهایشان با نفوس و با نفوذ هستن، معلم با ضرب گلوله، با ضرب چاقو از بین میبرند و سر رایش میگیرند، توهینش میکنند، تحقیرش میکنند، به انواع مختلف اخطار میتیش، خصوصا روزهای امتحان نزدیک شوه، خود شاگرد درس نمیخوانه، زیری درست نمیته، با استاد اخطار میته که اگر من ناکام ماندم چنین میکنم و چنان میکنم، اگر یک روز ای تجلیل کنه فایدیش چیست؟ حال میم سرزی استاد که ای تجلیل میشه در بین مکاتبی که تجلیل میشه، در خود تجلیل چی حالتایی است؟ اگر روز معلم میگه تجلیل میشه، این خود گپ واضح است که هیچ جنبه شرعی نداره و همچنان بخاطر ثواب و عذاب هم تجلیل نمیشه. اما اگر تجلیل کنیم، ای را ما باید بفهمیم که این یک عمل است که مشابهت با کفار داره، چون این عمل کفار است. درست. کسی که فتوا میده که تجلیل از روز معلم جواز داره،
فقط با خود فکر کنه که آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما را از کارهایی که مشابهت با کفار داره منع نکده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده من تشبه به قوم فهو منهم. این تجلیل مشابهت با کفار است و دیگری که این تجلیل به چه حالت تجلیل میشه؟ قسم تجلیل میشه استاد که چون ما دیدیم و ما شنیدیم، یعنی در مکاتب هم بودیم، وظیفه اجرا کردیم و حالا از شاگردا و معلمای مکاتب میشنویم که در خود داخل مکتب چه حالت میباشه. در روز تجلیل سال ما بلا در روز بلا می روز روز تجلیل معلم برتان میگم استاد، درست چی میشه؟ داریم که چون در بین مردم هستیم میبینیم بی حد بیچاره، بی حد غریب، بی حد ناتوان، کسایی هستن که اتا چی رقم بگیم که با کدام حد ناتوان هستن، نمیتونن که مکتب برن و درس بخوانن، حتی به بسیار مشکل و مواد قرطاسی خود آماده میکنن که به مکتب برن. وقتی که روز معلم نزدیک میشه بسیاری فامیلا نگران میباشن که حالا چی کنیم. وقتی که روز معلم نزدیک میشه یا باز پول جمع آوری میکنن که بر معلمین غذا تهیه کنن، از 200 گرفته الا 500 هزار افغانی هر قدر که میتونن انداز میکنن غذا بر معلم تهیه میکنن. در پالوی ازی هر شاگرد باید برای مدیر مکتب، سر معلم مکتب و او تعداد استادایی که دعیف درس دارن برای کل ازیا تحفه تهیه میکنن و توفیشان هم استاد چیز عادی نباشه، توفیش همو توفه باشه که اتا بسیاری از بسیاری کسا ما شنیده مستاد که ات استادای همه نیه. خب بعضی از استادای هستن که خدا ناترس هستن، حتی در روزای روز معلم تجلیل شد و نزدیک شد و نزدیک شدن تجلیل روز معلم باز تر تخته نمره بود اندازه قدندام خدا نشته میکنه و با شاگردان میگن که یعنی برای ما اینی چیز بیارین، از توفگکایی که گلش و یک دانه کارت است او را نمیگیریم. بازیر هم داخلش میگه که حالا معلوم میشه که کدام شاگرد مرا دوست داره. اگر کسی او را دوست داشت خب خوش خواهد بود بله، و اگر دوست نداشت باز دیگه یعنی توفی به دل استاد آورده نتانست، باز چی میکنم؟ تمام عمر توهین میشه، تمام سال دستنف تحقیر میشه، از طرف استاد، از طرف شاگردا بر تانه زده میشه. و استادم کسی است که باز در روز امتحان امرایز محاسبه میکنه که تو کسی بودی که بر من یعنی توفی بدلم ناوردی. استاد باور کنین که واقعا یکی از شاگردا یک روز دمی روزا قصه کردن یک مکتب نام گرفتن، چون ما مدیر و مکتب قبلا میشناختم و گفتن که استاد باور بکنین که در مکتب روز معلم قسمی تجلیل شد که یک روز شاگردان مصرف خود کردن، حتی گروه موسیقی را آوردن، گروه موسیقی را آوردن، گروه موسیقی خواهد من نوازخوانی و رقاصگری کل گپا را دارم. برای فردای از روز یعنی این مدیر مکتب چطور تانسته که یک روز دیگر هم بر زیابت بدون اجازه آیا معرفی را اجازه دادن ندادن، یک روز دیگر چطور تانسته که این زایی کنه از درس ها. استادا روز معلم گرفتن، اینمی موسیقی گروه موسیقی را آوردن در پالوی ازی که یعنی به حساب نان و گپا را استادا گفته بودن که امروز ما بر شما تجلیل میکنیم، نان تیار کرده بودن خود استاد. یعنی استاد یک انسان، یک شخصیتی است که هیچ کس به او رسیدگی نمیتونه. الگو است برای شاگرداش. الگو بله، این الگو در پیش روی شاگردان موسیقی خود طبعا مردای جوان هستن، در پیش روی شاگردان هم آوازخوانی کردن هم رقصیدن. یعنی این معلم زن، این معلم خانم معلم زن بله استاد، معلم زن خب مکتب دخترها بود، مکتب نسوان بود استاد، مکتب نسوان بود، یعنی راستی که گیج کننده است و بسیار دردآور است که یک معلم چطور میتونه پیشری. خب فردا می معلم از شاگرد خود گله میکنه که به من احترام نکرد و
تقسیم نشد. وقتی که تو پیش یک شاگرد برختی، اون شاگرد چی تو از تو حیا کنه؟ از تو چی یاد بگیره؟ از تو رخت یاد بگیره یا از تو درس یاد بگیره؟ فردا تو خود گفتی که شاگردم درس نمیخوانم. به این نمیشه که استاد شاگرد های دارم. تشکر میکنم خواهر گرامی، تشکر میکنم. صحبت های تان جالب است، اما وقت برنامه خیلی سریع میگذره. تشکر از تماستان و خداحافظتان. امیدوار هستم که پیام شما برای مسئولین وزارت معارف برسه که تحت نام روز معلم چه چیزهایی در مکاتب ماجریان داره و برای نسل جدید چه چیزهایی ما داریم با آنها تلقین میکنیم و میدهیم. بنده های عزیز، میریم به سراغ یک کلیپ. بعد از کلیپ انشاءالله باز هم با صدای گرم شما برمیگردیم. احمد جان بیا روی مانیتور من. البته در این کلیپ گزارشی است که بی بی سی نشر کرده بود، مصاحبه است با یکی از اساکر تیپ فاطمیون که از سوریه برگشته. میشنویم که این مرد چی میگوید. احمد جان بیا. سید عزیز هستم از ولایت بامیان، ولسوالی کاولنگ. ما در بازاری ولسوالی کاولنگ بودیم، باز بچه ها ما دیاد طرف ایران میرفت. باز میشه قلمزی حرکت کنیم، رفتیم طرف ایران. 15 روز در آمدیم، در روز 16 هم رسیم ایران. 6 ماه که ایران کار کردیم. بعد از 6 ماه دیگه هم دارم اینجا قصه میشد که سفت نام میکنه میبره طرف سوریه. باز رو پرسان سوال کردیم چی رقم، باز بخاطر ازی سفت نام میکنه میبره که از حرمی بی بی زینب و بی بی رقیه باید دفاع کنیم. باز پرسان کردیم، هم جایش رو پیدا کردیم در منطقه شابدالعظیم، هم اونجی دفترش بود. باز رفتیم سفت نام کردیم، یک ما سفت نام. باز یک وقت زنگ زد گفت که فردا شما رو میبره در پادگانی هست، بید برید از حرم امام خمینی، از اونجی کلگی شما رو میبره. باز رفتیم همون طرف تا حرم امام خمینی را، از اونجی نامخانی و بیبی رو نمان کلگیش رو کرد و نفرها را جمع کرد، برد در پادگانی هست. یک ما در اونجی تعلیم دیدیم در پادگانی هست. بعد از یک ماه طرف سوریه بود. بله، من اونجا که رفتم نگه استادا که درس داد و بعضی ها بچه هم میگفت، بعد از ایک پرسان که چی رخم گفت تو نظامی گیری کردی؟ من گفتم بله نظامی گیری کردیم، 15 سال در خود افغانستان نظامی گیری کردیم. بعد گفت بیا بایسی اونجا ایران ما قماندان میگم، اونجا فرمانده میگم، بایسی فرمانده استاد چه. بعد در خود ایران فرمانده بودم، یک 15 نفر رو اونجا تعلیم میدادم تا که از اینجا خلاص شدیم رفتیم طرف سوریه. بعد در اونجا هم دیگه می پیش نیاز شد که باید تو فرمانده بشی. در اونجا سوریه 65 نفر را سرپرستی شروع میکردم، فرمانده شدم. بریم ما گفت که 8000 نفر افغانی به خاطر جنگ به سوریه آمده دیگه. در هر ماه برای هر نفری 3 میلیون تومان میداد امی ماش شیره. برای ما کارد بانکی داده بود، اون را در بانک میرخت. دیگه در ماهی $200 دیگه اونجا برای ما میداد جیب خرج. اصلی جنگ پیاده را خطه اول کلن به شای افغانی پیش میبرد. جالب چی امی بود که رفتم اینجا افغانستان هم دیدم که در چی وضعیت بود. افغانستان هم وضعیت چی دیدم. اونجا که رفتم داخل سوریه شدم، من میگفتم افغانستان خراب است. داخل سوریه که شدم سل کردم که نه، خدا رو شکر افغانستان برای فعلا از سوریه بیشتر است، از سوریه ولی خیلی خراب است. چیزای جالبی شی نمی بود دیگه که می دیدم مردم کلان خانای خانه علا کده و رفته. می گفتم سعی که تو که موی دیره می گفتیم افغانستانی رقم است، داخل سوریه هم همی چی هست. خود یه خود 100% آدم نگران خانواده خود میشه دیگه، جمکان نداره که نگران نشه. نمیشه دیگه. یک دفعه که رفتی وقت باید وظیفه خود پیش ببرید.
تشکر میکنم. تشکر احمد جان بیننده های عزیز. البته مصاحبه این فرد از افراد تیپ فاطمیون رو شنیدید که از سوریه برگشته و چگونه از افغانستان به خاطر کار و مزدوری به ایران رفته و از ایران اونجا تربیت دیده و سپس به سوریه فرستاده میشه. میگه بر ما حساب بانکی باز کرده بودند که ماهانه 3 میلیون تومان به حساب بانکی ما میریختند دولت ایران و ماهانه 200 دلار جیب خرچی برای اینها میدادند. و گپ بعدش خیلی مهم بود که گفت در خط اول، در خط اول جنگ بچه های افغانی هستند. یعنی چگونه شیعیان افغانی را سپاه پاسداران ایران، دولت ایران به سوریه میبرند و در خط اول باید اینها باشند تا قربانی، بیشترین قربانی را هم اینها بدهند. میریم به سراغ بیننده بعدی. بله، سلام علیکم و رحمت الله. و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز، خودم معرفی کنید، از کجا تماس گرفتید؟ جمعگل هستم، از ایران تماس شدم. برادر حاجی معلم از ایران، خوش آمدید، بفرمایید. سلامت باشین، زنده باشین. استاد رحیمی هستین؟ بله، بفرمایید. من ببخشید اینکه وقت نمیگیرم. خواهش میکنم. من نوروزم 38 سن دارم، تحمل اصلاحی به دست نگرفتم. خب بعدشم به هیچ گروه وابسته نیستم به جز الله یکتا، چون چیزی که قرآن الله قبول دارم سنت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. من هم به اکثری کارهایی که در افغانستان میشه خواهری که از کابل زنگ زده بود توضیح دادم. به این کارها که میبینم اکثری کاری طالبان تا حق یک هست، چون در ولایت خیلی ما از خیلی بدخشان بودم، در ولایت خیلی بدخشان کارا صورت میره، کارا صورت میره که این قلب با پکیدن نره. فکر میکنی که خب من که بنده الله هستم، مرا که الله در زمین آفریده است، برای چی آفریده است؟ از من سوال میکنه که فردا که من یه ساعت یه دقیقه که نزد الله از دنیا برم، از من سوال میکنه وای که مسئولیت ما در برابر الله چیست، ما چی جواب بگیم؟ دو اونو نفری در قصه که در سرده تلویزیون میرسته کلی ملت افغانستان از هم پاشیده است، اکثری زنا به قول شوهرشون نمیتنن، میگن حقوق مرد زن یکی. بیایی اکثری در سران فراری میشون، سری میروان در شبه دولتی، اونو همه سر جنایی میره یا نیتی سر منطبه دولت میرن، بیا جای فراری در سران باز شدن. بیا امریکا بردن سازوزی اگر 500 سال بیا امریکا در افغانستان باشه، انشالله با امید خدا روش تیره از افغانستان بیرون میشه و این نتیجه اینه برای غیر بجز خرابی. چون من در قطعی برادر خود که در خانه جور رایان دست برستی هم ندیم، آرام نشنیم، خلاصه تو قید لایبان میشینه که اینو نقصن. یعنی تاری کارهایی را که میبینم واقعا که میگم کار طالبان حق است. از شما همی سوال هم میکنم که ما چی محصولیت داریم، باید چی بکنیم؟ این خواسته قلب من بدر خیسته با اولاد خود گلزنی نتونی، با زن خود گلزنی نتونی، با فامیل خود گلزنی نتونی، خلاص سرش از ایش میکنه کونش از بلان سلاس وقت میکنه میره و میرسه چی حقوق بشر دفاعش هم دولت میکنه. این دولت کفری کمونیستی به نام اسلام بلان سلاس ما زنجیر در گردن سخ میزیم، ولی در گردن انسان ها میبینیم بلان انسان و بلان مسلمان در کابل. یه وقت تون از یاد نمیگرم. تشکر میکنم برادر عزیز حاج معلم از ایران، تشکر از تماستان و خدا حافظتان. بیننده بعدی را میگیریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم. بله، احمد جان صدای بیننده رو ندارم من. بله، سلام علیکم و رحمت الله. تماسشان قطع شد. البته احمد جان تلاش دارن که دوباره وصل بکنن بیننده بعدی ما را. قبل از اینکه بیننده بعدی وصل شوه، خواهر مهاجر افغانی ما از ایران پیام صوتی به عنوان رنجنامه یک خواهر مهاجر افغانی از ایران برای ما فرستادن. البته
دوستان ما در گرافیک روی از کار کردن و تصاویری را هم با این پیوست دادن، کلیپی آماده کردن از این رنجنامه خواهر افغانی مهاجر ما از ایران. البته این رنجنامه را میشنویم. ببینید که از یک طرف وضعیت مهاجرین افغان در ایران از چه قرار است، چه دردهایی نیست که آنها نمیکشند، متحمل نمیشوند، و از سوی دیگر تعداد دیگری از این مهاجرین افغان را دولت آخوندی ایران استخدام میکند، با پول میخرد، با تطمیع و تهدید و زور آنها را وادار میکند که بر منافع ایران در کشورهای سوریه و عراق بروند، بجنگند و قربانی این جنگ ها شوند. احمد جان بیا روی مانیتور من. رنجنامه یک خواهر مهاجر افغانی از ایران. سلام و درود بیکران الله سبحانه و تعالی بر سرورمان حبیبمان رسول الله و اهل بیت پاک و اصحاب دلیرشان و شما مجاهدین اسلام و ما مهاجرین افغان. دلگویه کنه از سوی یک خواهر، یک دختر، یک فریاد بی صدا و یک مهاجر خسته. آری، مهاجر، واژه‌ای که برای ملت افغان ساخته شده است. مهاجرت پدیده‌ای که در حیات افغان‌ها مفهوم دیگری دارد و حلقه آن در زندگی مردم ما از سه دهه به این سو دایره وسیع‌تری یافته است. در دورانی که افغان‌های مقیم ایران متحمل شده‌اند، تاریخ به خود ندیده است. حتی کاغذ ذهن و قلم در دست نیز تاب و تحمل نوشتن این حقایق را ندارند. از چه چیز میتوان سخن گفت؟ از کودکانی که حق تحصیل از آنها غصب شده است، یا از متهمان زندانی که به سوریه منتقل میشوند، زیرا مقام حججی شدن در انتظارشان است. چه بی ارزش شده است خون تو ای برادری که با امید کار وارد خاک ایران میشوی. آخر میدانی تو کارت شناسایی نداری، کارتی که در مقابلش باید هزینه چند ماه کار و تلاشت را پرداخت کنی تا تو را افغانی پدر سوخته خطاب کنم. سرهنگ و سرگرد و فرماندار زبان فارسی می دانند، اما زبان تو را که از فرزند بی سواد، مادر از پا افتاده و سفره تهی از نان سخن می گویی را نمی فهمند. به این دلیل که آنان احرس الناس هستند و تو مجبوری معیشت فامیلت را در قبال دریافت کارت کارگری بپردازی. با این همه تلاش و تکاپو تازه به مرحله کسب ملیتت رسیده ای. ملیتی که هر صبح لرزه به تنت می اندازد و تو را وادار به وداع با همسرت می کند. زیرا امیدی به برگشت و دیدار دوباره نیست. با هدف کسب رضایت الله متعال و روزی حلال از خانه خارج می شوی، ولی نمی دانی که گرگان نیروی امنیت در کمین هستند تا تو را در قفسهایی که ایجاد کرده اند محبوس کنند. زندان گوانتانامو همین جاست، با این تفاوت که زیر سایه نظام ولایت سخیف و قبیح اداره می شود. از ستایش ها و سرشک های غلطیده بر رخسار مادر گذشتیم، با همه این قوانین تبعیض‌آمیز کنار آمدیم، اما دیگر نمیتوان از سلب حقوق مهاجران ساکن در شهرستان گرمسار چشم پوشید. کمپین دفاع از حقوق حیوانات خانگی ایجاد شد، اما کسی نگفت که چرا باید مرد افغان کار کند و بیش از نیمی از اجرتش به جیب کارفرمای ایرانی که نقشی نداشته است برود. کارواش یا متشویی را پلم می کنند و یا به کارفرمای ایرانی واگذار می کنند، به جهت اینکه کارکنان آن افغان هستند. کار را از کارگزاران افغان می گیرند چون افغان هستند، پس مجرم هستند. با این همه ظلم صدایت را در نطفه خفه می کنند. آخر تو حق بیان حقیقت را نداری. درد را از هر طرف بخوانی درد است و از هر سو نگاهش کنی رنج است. ظلم فقط این نیست که با شمشیر سر مظلوم را از سنش جدا کنند. دیرگاهیست که دیگر زندگی برای مهاجران افغان در ایران معنا ندارد.
آنان فقط زنده اند و زندگی نمی کنند. من زدرداباد پر آوازم، زخمدار زخمهای کنم، سرزمین لاله میراث من است، زخم چندین ساله میراث من است. در پایان سخن از همه شما بزرگواران که در بیان این حقایق یاری رساندید کمال تشکر را دارم و نیازمند دعای خیر شما می باشم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. تشکر میکنم احمد جان عزیز. البته این رنجنامه بود که خواهر مهاجر افغان ما از ایران برای ما فرستاده بودند و ما هم این را به شکل یک کلیپ آماده کردیم و خدمتتان به عرض رساندیم. البته بیننده های دیگری که میتونن از این طریق یا با این شکل صدای خود را، دلگفته های خود را با ما شریک کنن، میتونن به شماره واتساب برنامه دلگفته های خود را تحریری یا صوتی بفرستند. انشاءالله تلاش میکنیم که نشر بکنیم تا بیننده های ما از این درد و رنج ها آگاه شوند. واقعا چقدر دردناک است. از یک سو وضعیت دردناک مهاجرین افغان در ایران، در پاکستان، در سایر کشورهای دنیا. البته بیشترین درد و رنج را مهاجرین افغان در این دو کشور همسایه و دوست متحمل می شوند که اینها خود را دوست عنوان می کنند همیشه برای ما، در ایران و پاکستان. البته وضعیت پاکستان نسبت به ایران بهتر است، اما وضعیتشان در ایران خیلی خیلی دردناک است. با شنیدن حرف های این خواهر، با دیدن تیپی فاطمیون در سوریه، با کشته شدن هموطنان عزیز ما در مرزهای ایران توسط نیروهای مرزی ایران و غیره، حوادثی است که هر وقت ما را به ما تمین شاند، ما را غمگین می سازد. اگر بیننده های دیگری نیست می خواهند این با این شکل پیامشان را با ما شریک بسازند، نیست می توانند اینطور شریک بسازند. تشکر می کنیم از این خواهر مهاجر افغانی ما که در ایران هستند و این گونه دلگفته های خود را، رنج ها و درد های مهاجرین افغان را به تصویر کشیدند و نوشتند، ثبت کردند، بر ما فرستادند. میریم به سراغ بیننده بعدی. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز خوش آمدید، خود معرفی کنید از کجا تماس گرفتید. تشکر، سلام عرض ادب دارم خدمت شما محمد شفیع جان امینی، جهانی و سال حق، محمد شفیع امینی از افغانستان. خوش آمدید. خوش آمدید برادر محمد شفیع. در مورد چی میخواید صحبت کنید؟ تشکر. موضوع برنامه شما که ارتباط به می آمدن آمریکایی ها در طول 16 سال در افغانستان همی است، من میخوام زمی چند نقاط را اشاره بسکنم. بفرمایید. تشکر. از زمان که آمریکا پای کثیف خود در داخل افغانستان گذاشت، ملت افغانستان روی خوشبختی را ندید و هر روز روی غم و اندور میبینه. از هر حالتی هم که میبینیم به همه ملت افغانستان در حال فرار هستن، قشر جوان افغانستان در حال فرار هستن به کشورهای بیگانه و آمریکایی هم که وقتی که به یک کشور آمدم پول زیاد در این کشور سرمایه گذاری کردم، سرازیر کردم به یک کشور، ولی این پولم به کیسه امو انسان های از خدا بیخبره که چشمشان دخته بود به امو پول آمریکا، به کیسه از اینا رفت. برای مردم غریب و مظلوم و بیچاره کار نشد و درد هم دوا نشد که بیایم یک شفاخانه بسازم، بیایم یک کار عامل منفعه بسازم که همه مردم از او خیر ببینه. ولی چنین کارهایی هم در افغانستان نشد. آمریکا هم تخم نفاق در افغانستان بذر کرد که ملت افغانستان بیای به طریق به جان همدیگر بنازه که این کار شما کرد. اگر شما شاهد باشین در عاشورای امسال بدیدیم که یک دست طرف همین حکومت، از طرف همین نظام مسلط شد. این هم یک چیز واضح هست که برای مردم، همه مردم ملت بدید که یک گروه خاص مسلط کرد که اگر خدای نخواسته کدام بتانه آمریکا دست از کار بکنه و یک جای یک حمله انجام بده، او قشر علی از این قشر دسته که سلا بر نداشتم خود مسلح نساختم علی از اینا هنگیز بده و بخواه با هداف خود برسد افغانستان. و همچنین کشورهای همسایه هم که میبینیم که اینا هم که
اینا هم که به یک دست از اینا قرآن هست، به یک دست از اینا شمشیر هست. زمانی که به پیش از این رو از اینا حاضر شدی، قرآن رو برای تو نشان میدم. وقتی که از بغل از اینا تیر شدی، به عمر باش شمشیر به دست از این دو کشور همسایه ما هست که اینا از خدا میخواهم که گردن ما رو بزنم از تن جدا کنم سر ما. این همین برنامه یهود و نصارا هست که همین کشورها رو میخواه که علی یک دیگر برای بنازه، به جنجال بنازه، که خود از او آبر گلوب میکنه و ماهی میگیره. تمام معادن افغانستان از افغانستان برد، همین گوشه گوشی افغانستان خراب کرد، حملات شبانه در افغانستان کرد، علما از کشورشان به فرار همین آمریکا داد. علما نتونستم که صدای رسای خود بلند بسازم، همین آمریکا بود که به یک طریقی به یک بانی حملات را انجام داد و علما را پا به فرار داد و جنایات بسیار بزرگ کرد. دولت افغانستان هم که همین دولت هم از امو خود آمریکا می دولت رو بیا و تشکیل داد. هیچ این رهبرای افغانستان هم که به نام جهاد و به نام مجاهد و کنام اونا مال هیچ کار کردن نمیتونم، اونا هم هر کدوم صدا خود در گوشه گوشه افغانستان بلند کرد، دلار بر دهن از اونا هم انداخت، اونا را هم چوب کرد و امروز میبینیم که در افغانستان چی حالت است. و طوری که پیشتر آقای صادق اشاره کردم که در افغانستان هر گروهی کشته میشه، چی دولتی کشته میشه، چی طالب کشته میشه، اینا هر دو گروه میگن لا اله الا الله محمد رسول الله. ولی در افغانستان زمانی که آمریکا حمله کرد پا شد که طالبا به ظرف 24 ساعت نام و نشانه از طالب نبود. و امروز چی حالت در افغانستان؟ گوشه گوشه افغانستان اگر بگید از هر ولایت شاید 50% از به دست مخالفین دولت است، 50% به دست خود دولت است. چرا دولت کار خبر میتونه؟ چرا امریکا که به خاطر همی آمد، همی پیمان به خاطر همی امضا شد که اگر کشورهای همسایه میخواد در افغانستان تجاوزی داشته باشه، تجاوز آشکاری داشته باشه، امریکا باید پاسخگو باشه در مقابل از اینا بسته که. ولی هر رقم جنایت میبینیم در افغانستان میشه، آمریکا سکوت هست. از طرف کشورهای همسایه بزرگترین کلام خدا در بگرام با آتش کشیده شد، از طرف همی آمریکا به مرمی زده شد. اینا هم توهین هاست، به عقیده مردم توهین شد. ولی ملت افغانستان به خواب فرو برده و کسی هم نیست که جلو بشه برای از این ملت کار بکنه. برای مردم هم کار ساختیست، هر کسی که صدا خور بلند کرد او ری ناخ به زندان گوانتانامو یا به زندان بگرام یا به یک طریقی رو از بین برد یا جور ترور شخصیتی کرد. واقعا دردناک است این حقایقی که شما بیان کردین. شما گفتین امریکا کاری نمیکنه. امریکا فکر میکنم طبق خبرها دیروز هم در ولایت ننگرهار افغانستان یا کنر فکر بکنم جای را بمباردمان کردن، حدود 14 نفر گفته می شود که کشته شدن در این بمباردهای توسط هواپیمای بدون سرنشین آمریکا. البته خب آمریکا کامو پلان اهداف نوارش میبینه که عملات شبانه داره، بمبار میکنه و بعدا میه میگه معذرت میخوام. دولت افغانستان هم محکوم میکنه، هر روز مسلمان ها رو حتی همی اردوی ما بمباران میکنه، پلیس ما بمباران میکنه به نام ای که به ما گفتش صحیح داده نشده. ای پلان آمریکا هست که فقط مسلمان بکشه، دیگه هیچ پلانی نداره. ولی افغانستان هم به یک خواب مرگ فرو رفته که هیچ کس نیست که اینا را از این خواب بیدار بکنه. بلنگوهای بسیار کلان با باید بیاریم به گوشای از این ملت افغانستان پوف بکنه که تا ملت افغانستان از این خواب بیدار شه. تا به کی بگذارم که آمریکا در افغانستان اینقدر جنایت بکنه و این همراه خود فروختم که اینا هم که سکوت هست و کسایی هم که صدای از اینا به جایی میرسید اونا هم که از این خواب فرار گذاشتم که اونا هم نتونستم که کاری بکنم. الله از الله میخواهیم که ای الله تو اونا رو بیار که ما بتانیم سرنوشت خود توسط از این داییان الله واقعی که فقط به خاطر خدا دعوت تبلیغ میکردن، فقط از الله میخواییم که اونا دهی کشور بیایم و ملهم باشم به زخم از این ملت هم. آمین. تشکر میکنم محمد شفا جان. تشکر از تشکر از شما از برنامه خوب شما. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله، این بیننده ما محمد شفیع جان امینی که از بیننده های دائمی برنامه قلب آسیا همیشه دلگفته های خود را با ما شریک می سازد. خبری است در بی بی سی فکر می کنم دیروز 12 اکتبر نشر شده. حنیف اطمر گفته شمار توریست ها در افغانستان 3 برابر شده است. مشاور امنیت ملی افغانستان اعلام کرده شمار توریست ها در افغانستان در مدت 7 سال گذشته به 3 برابر افزایش یافته است. علت افزایش توریست هایی که اینها میخوانند توریست با طبق گفته اینها دیگه حالا حکایت میکنیم،
به گفته اینها آمار توریست ها در 7 سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است. چرا؟ چرا صفوف مخالفین دولت همیشه پررنگ می شود، افزایش می یابد؟ اینها از کجا می آیند؟ این افزایش از کجاست؟ از آسمان می آیند؟ از زمین می برایند؟ از کشورهای منطقه می آیند؟ از کجا می آیند که تعداد اینها افزایش می یابد؟ شاید عوامل داشته باشه، عوامل دیگری هم داشته باشه. به نظر من یکی از عواملی که مخالفین دولت در سالهای اخیر رو به افزایش هست و شاید بیشتر از این هم اضافه شوند و افزایش یابند، این آقای مشاور امنیت ملی باید از روزی بترسد که کل ملت افغانستان به گفته اینها تروریست شوند. آنگاه اینها چی خواهند کرد و چی خواهند گفت؟ وقتی که فساد اداری رو در ادارات افغانستان ما میبینیم، اگر کل ملت افغانستان تا امروز مخالف دولت نشدن و سلاح به دست نگرفتن، واقعا جای شکر است. وقتی که یک هموطن ما مریضی داره میخواهد پاسپورت بگیره، توسطی پاسپورت به از کشورهای همسایه مثل هند و پاکستان و غیره برای علاج و معالجه سفر بکند، به خاطر تداوی سفر بکند، این مریض تنها به خاطر به دست آوردن پاسپورت یا جوازنامه یا جواز سفر که یک حق ابتدایی شهروندی از او است، به خاطر گرفتن یک پاسپورت چقدر زحمت میکشد این مریض. به هر اداره که سر بزند باید اول مقدار رشوه بپردازد، چندین اداره را باید راضی بکند تا که یک پاسپورت حق مسلمی از است بعد از چند ما به دستی برسد. این نفر که مریضی داره، شاید تعدادش مریضهاش قبل از گرفتن پاسپورت وفات بکنن، از بین بروند، این اقدامن نمی شود. حالا جای این کجاست؟ علیه این دولت و این ادارات فاسد، این انسان و این افغان، این هموطن ما اقدامن شده. حالا این عقده خود را از چی طریق بیرون بکنه؟ از چی طریق عقده گشایی بکنه؟ بدون شک می رود در صفوف مخالفین دولت استاد می شود. عالمی می آید، سخنرانی می کند، حق را می گوید، چیزی از کتاب خدا و سنت پیامبر را بیان می کند، امنیت ملی فوراً به سراغش می رسد، این عالم را دستگیر می کند، مورد بازجویی قرار می گیرد. خب این چی کار کرده؟ سلاح برداشته؟ نه خیر، چی کرده بالاخره؟ در خطبه جمعش علیه این فساد دولت حرف زده. خب چی کار بکنه؟ وظیفش چیست؟ وقتی که مقتدی های از این حالت را میبینند که امام مسجد چون این گونه توسط امنیت ملی بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته است، عکس العمل آنها چی خواهد بود؟ شخص دیگری، یکی از زورمندان، خب ما شاهد هستیم در تمام نقاط افغانستان که این زورمندان، کسانی که در این حکومت نفر دارند، خودشان سهم حکومت هستند، بالای یک فقیر، یک مسکین، یک مظلوم ظلم میکنند. این مظلوم میرود به محکمه شکایت میکند، به سارنگوالی شکایت میکند که فلان قماندان، فلان زورگو، فلان قلدور زمین مرا گرفته، دکان مرا گرفته، مرا لتکوب کرده و غیره شکایت میکند. شما برید به دروازه های محکمه های افغانستان بگردید که چقدر این مردم درد دارن، چقدر رنج دارن. به درد و رنج این ملت کسی رسیدگی نکرده. ماها این بیچاره دروازه های محکمه را دستک زده اما مشکلش حل نشده. در آخر هم برش گفتم میشه که والا با طرفی که تو مشکل داری و طرف پایش قوی است، از ریاست جمهوری حمایت میشوه، از معاون رئیس جمهوری حمایت میشوه، فلان رئیس، فلان وزیر، فلان وکیل از او حمایت میکنن، ما در مقابل او کاری کرده نمیتونیم، بهتر است تو هم خاموش شو برو. خب این طرفی که حقش گرفته شده، این کجا خاموش شده میرود؟ آیا این رفته در صفوف مخالفین دولت اضافه نمی شود؟ هزاران قضایا از این قبیل است. هزاران تنی که در این اواخر به صفوف مخالفین میروند، اکثرشون عقده‌ای هستند. خب رسانه‌های افغانستان وقتی که ما میبینیم، روزهای گذشته قسمی که یکی از بیننده‌های ما ابراز کردند، خب از یک رقاصه
یکی از ادارات دولتی آمده تقدیر میکنه و به او سند تقدیر میدهد. خب اون چه خدمتی کرده به این ملت؟ جز رقاصگری، نشر بی‌حجابی، از او تقدیر میکنن. وقتی که از او تقدیر میشوه، این جوانانی که خود را مسلمان میدانن، از دین چیزی میدانن، احساسات اینها چی میشود؟ اینها وقتی که میبینن این دولت فاسد از همچون انسان فاسد تقدیر میکند، خب اینها کجا بروند؟ اینها چی میکنند؟ آیا این در صفوف مخالفین دولت نمیروند؟ رسانه های افغانستان ها که وقتی ما میبینیم چه چیزهایی نیست که اینها بخور مردم نمیدهند؟ بخور کدام مردم؟ مردمی که ادعا میکنند که 99% ملت ما مسلمان هست، ما مسلمان هستیم، ما تطبیق شریعت اسلامی میخواهیم، ما 2 میلیون شهید دادیم تا دین ما محفوظ بماند، تا قرآن در میان ما حاکم باشد. به خاطر این ما شهید دادیم. ما چند میلیون مهاجر داریم. وضعیت مهاجرین ما امروز چقدر وخیم است، چقدر وحشتناک و دردناک است. خب این همه رنج و دربدری را ما قبول کردیم، متحمل شدیم. برندی میگفت، شما دیدین که از کانادا زنگ زده بود، میگفت 7 تن از افراد خانوادش در جهاد علیه روس شهید شدن. یک کسی اگر 7 تن از اعضای خانواده خود را شهید داده و امروز میبینه که از یک فاحشه و از یک رقاصه این دولت آمده تقدیر میکنه، کسی که 6, 7, 10 تا از اعضای خانواده خود را در جهاد افغانستان شهید دادن، آنها چه عکس العمل نشان خواهند داد؟ این در این هیچ شکی نیست که خود این دولت، همین دولت مردان، همین آقای اطمر و غیره در ازدیاد، در افزایش مخالفین مسلح دولت سهم هستند، سهم دارن، کشورهای همسایه سهم داره، میخوان ملت ما همین گونه در بدر خاک بسر بمانند. آخر تا به کی؟ خداوند خودش بر حال ما رحم کند. میریم سراغ بیننده بعدی. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله، بیننده عزیز، خودم معرفی کنید، از کجا تماس گرفتید؟ محمد، من داشتم از کابل افغانستان با شما در تماس هستم. برادر محمد خردمند از کابل افغانستان، خوش آمدید. روی چه موضوعی میخواید صحبت بکنید؟ چی میخواید بگویید؟ از هم اول عرضی سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام کارکنان برنامه و مفید و همچنین کسایی که استدت برنامه شما صبح ما رو میشنوند. علیکم السلام. رابطه با تعصب و حالاتی که در افغانستان جریان داره در مورد تعصب میخواستم یک چند کلمه ای صحبت بکنم. بفرمایید. حالتی که در این زمان فعلا در افغانستان جریان پیدا کرده، مسئله تعصب و تعصبات قومی و تعصبات حزبی که از قبل ایجاد شده بود و این احزاب فعلا هم که جریان داره، واقعا خیلی تاثیر منفی در روند سیاست افغانستان، در روند سیاست جاری همچنین در بهویه های ملی و مردمی افغانستان تاثیر بسیار منفی را گذاشته که در برمیگردن چنانچه که قبلا خودتان اشاره کردیم، اکثرا مخالفین مسلح دولت که در برابر دولت خیام میکنند در تمام مورد، اما اساسیشی که ببینیم از تعصب ریشه میگیرد. ما در چندین موارد اهانت ها صورت میگیره، اگر در بعض جای هجوم مسلحانه صورت میگیره، همه فقط ریشه یابی بکنیم و اصل موضوع را که دنبال بکنیم تعصب است. و چیزی از همه خطرناکتر و تعصب برانگیز امی است که یک گیده علما و همچنین یک گیده کسایی که روشن فکر میگیرند، در خودشان اهل تحقیق میگیرند، در بین این افراد دخیل میشن و از اونا حمایت میکنن، در بعضی امورات و شعارهای اونا رنگی دینی داده و اونا رو روحیه میتونی بری پاس که واقعا خیلی تعصب برانگیز است. آدم فکر میکنه وقتی که در قرآن کریم میخوریم یا ایها الناس انا خلقناکم من کریم و موسی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، آدم
ایست ایست برداشت میکنه از کردی بعضی از علما و بعضی از روشنفکرهایی که در این زمینه اینا رو رشد میدن و این آتش جنگ و آتش صبح شعله ور میکنن و هم میدونه فکر میکنه که از لتعارف و برداشت منفی داشتن که اینا از لتعارف و برداشت لتخارگو را داشتن که همیشه انگیزه میدن رشد میدن این تعصب دامن میزنن یک تا علما این کار را میکنن؟ بله تا حدی بعضی علما هم داریم در میان داخل چون یکی دستومی که در بین در این اگر مسئله تعصب پیش بگیرن بعضی موارد دیگر پیش بگیرن اینا خودشان از این که رهبریت کردن نمیتونن و در کار خودشان اگر رنگ دینی با خود احساس نکنن احساس روش نمیتونن ما داریم یکی در علمایی که ظاهرن خود عالم میگیرن به محاسن اسلام و محاسن علما ظاهر میشن ولی حقیقت اسلام واقعا آگاه نشدن گفتن پیشتر هم اشاره کردم که گویا که از واجهی لتعارف و اینا برخارگو کردن و تلاش میکنن هیز به هیز هیز به خود برتر بودانه یا قومی بر قومی دیگر خود برتر بودانه و این عین نمون موردی که پیامبر علیه السلام 14 سال بیشتر اوشدار دادم و قروض شیندوز از این یک دیده احساس میشه میگه واقعا فکر نمیتونید که دولت مردان هم پشت ترویج تعصبات زیاد کار میکنن یعنی هدف از دولت مردان سیاسیون سیاست مدارای ما همیشه میخوان از باب تعصب پیش برون چون هیچ خدمت دیگری نکردن حالا روی گرده همون قوم و ملیتی که به او خود منتسب میدانند و از او میدانند روی گرده همون ملیت همون قوم سوار میشود تا به مناسب دولتی برسد دقیقا اینا ما در برپایی یک نظام بسی چیز داریم یکی مال تاجر و دوم قدرت حاکم و از سوم علم وقتی که هر سی بر هر مسیر قرار بگیره okay. ممکن اگر در مسیر آبادی قرار بگیره ما میتونیم نظام خوبی بسازیم محمد جان دقایق پایانی برنامه است دقایق پایانی برنامه است واقعا موضوعی را که اشاره کردین موضوع تعصب یک مرض مهلکی است که کشور ما را واقعا تباه کرده ملت ما را چند پارچه ساخته راه حلی دارین یک راه حل شما میتونید بر ما ذکر بکنین که چطور ما بتونیم این مرض مهلک را از جامعه خود برداریم راه حلی که در این زمینه آدم احساس میکنه باید اول مسئولیت به دوش علما برمیگرده تلاش بکنن جدر روحیه های قومی را بر اساس اسلام و بر مقاید اسلامی رشد بدن دنبالگرد یکی در کسایی که اونا از علم علما استفاده کنن مطابق به سیاست و مطابق خواست خود دنبالگرد اونا نباشن و یک بار نگاه گذشته به تاریخ گذشته افغانستان تشکر میکنم حداقل به تاریخ عمومی یا اسلام باشن که در هیچ زبانی تعصب رشد نکرده و رشد نمیکنه و در شما هم سپاسگزاری میکنم به خاطر برنامه خوبتان ما اگر برنامه پشتل برنامه یاره کنم یک سروده هم دارم در رابطه با تعصب بخوانش بگیرم مختصرا چون دقایق پایانی برنامه است بیننده های پشت خط داریم بفرمایید خوب است من کوتاه انشالله بخوانش بگیرم بفرمایید خب امیدوار هستم که فریاد ما هم در گوش مسئول و کسایی که در رأس قدرت قرار دارن برسد انشاءالله نفرین بران روی که نای تعصب است نفرین بران صدا که ندای تعصب است نفرین بران که شعر و شعار و کلام او در سوژه های ویژه برای تعصب است پشتون و تاجیکیم و یا چند قوم غیر پشتون و تاجیکیم و یا قوم دیگری آخر برادریم چه جای تعصب است ما مشت واحدیم به پیشانی عدو ای خواب بر دهان گدای تعصب است ما پیکریم واحد و یگانهیم برکنده باد هرچه بنای تعصب است از ما نبود و نیست به دنیا و آخرت مرگی کسی که زیر لوای تعصب است هر سو شکار حیله و تزویر می شوند آن قوم خودپرست جزای تعصب است اندیشه و خیرت که نباشد ملاک ما زمی تعصبا فنای تعصب است نفرین بران گلوی که نای تعصب است
تشکر از تشکر میکنم واقعا عالی بود. امیدوار هستیم در برنامه های دیگر نیز از گفتنی هایتان از این اشعار زیبایتان مستفید بسازین ما و بیننده های ما را. تشکر از شما و خدا حافظتان. میریم به سراغ بیننده بعدی. بله سلام علیکم و رحمت الله. احمد جان صدای بیننده نیست. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. تماسشان قطع شد. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. احمد جان فکر میکنم مشکل تلفن هست، صدای بیننده را ندارم. اگر بیا روی مانیتور من بریم به سراغ بعضی کامنت های دوستا که در صفحه فیسبوک برنامه کامنت گذاشتن. احمد جان بیا. خالد بن ولید کاربر سلام کردن، گفتن پیشنهاد اگر شما برای هر برادر و یا هر خواهر 4 دقیقه وقت بدهید فکر کنم بهتر باشد. حتما کوشش میکنیم که پیشنهاد شما را عملی بکنیم، اما متاسفانه بعضی بیننده های ما میخواهند بیشتر درد دل بکنن، وقت بیشتر میگیرن. تشکر میکنم از این پیشنهاد جالبتان. کاربر بعدی ما اسماعیل محمدی گفتن جزاکم الله خیرن، آمین و ایاکم. محمد حسن حیدری سلام کردن، علیکم السلام. جمشید کریمی گفتن توهین کردن مسلمانان غلط است، فقط الله متعال هدایت بده، آمین. باز هم سلام کردن، علیکم السلام. نیازی سادات گفتن تمام رهبران افغانستان نوکر خارجی هستند. شاید تمام گفتن نتانیم چون نمی فهمیم. انما الاعمال بالنیات. سید محمدی سردستشان یکی از رهبرای سیاسی افغانستان رو نام گرفتن، نامشان رو نمیگیریم. بسم الله صمدی سلام کردن و گفتن از وقتی که افغانستان به از وقتی که آمریکا به افغانستان آمدن مردم یک روز خوب از دست اینها ندیدن. محمد موسا هم سلام کردن و دعا کردن که خداوند شما را حفظ بکند، آمین. شما را همچنان. بیننده بعدی به نام پتنگ سریا گفتن استاد با عرض سلام باید بحث یک زن افغان بگویم که دستاورد امریکای خونخور بجز بربادی و تباهی و با عرض معذرت آوردن فحشا و مسلمان کشی کاری نکرده است، بجز یک طبقه محدود وطن فروش در خدمت آمریکا اند و بس. با عرض حرمت. باز هم سید محمدی عزیز هوتک هم بنده قبلی ما بودن. نیازی سادات سلام کردن و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بنده های زیاده سلام کردن و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. احمد جان بیننده هست پشت خط، بریم به سراغ بیننده. آخرین بیننده را من میگیرم. بله سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز خودم معرفی کنید، از کجا تماس گرفتید؟ بنده عبدالحلیم مخلص کروخی هستم، یکی از امام جمعه های هرات افغانستان. خوش آمدید بندر عبدالحلیم کروخی. در مورد چی میخوای صحبت بکنید؟ دقایق پایانی برنامه است، بفرمایید روی چی میخوای صحبت کنید. من کدوم صحبت خاص خود نبود، گرچه باز هم آنچه که در شرایط افغانستان کنونی ما مشاهده میکنیم وضعیت حجاب در جامعه بسیار کم توجهی صورت میگیره روی این موضوع. درست. به همین اساس ما خواستم چند نکته اشاره بکنم. بفرمایید مختصرا. جناب استاد، از اونجایی که میفهمیم در سندرخورهای از طرف غرب و همچنین اروپا در این کشور زیاد کار میکنن، یکی از موضوعاتی که اونا میخوان، یکی از راههایی که اسلام رو ضرب وارد بکنن، انمی راهی که از طریق زنها وارد میشن.
و دقیقا وقتی که اینها وارد افغانستان شدن، برنامه بی‌حجابی و یا برنامه ندای زن و چند حقوق من و خشونت علیه زنان یا چند چیز دیگه اینا مطرح کردن. بله. و در این صورت می‌بینه که وضعیت حجاب در افغانستان در این روزها خیلی سست و ضعیف شده، حتی در داخل مکاتب، در داخل پوهنتین‌ها، یا همچنین در داخل بازارها و جاده‌ها وقتی ما سر می‌زنیم متأسفانه خیلی ضعیف هست. درست. در یک خانواده مسلمان وقتی هم که دلیل و علت رو پرسان میکنیم به این معنی ما رو پاسخ میدم که یعنی اسلام طوری در زن فشار آورده که من همیشه در قید در زندان باشه، در حالی که من این چون برداشته ندارم. آنچه که اگر ما مطالعه داشته باشیم از احکام اسلامی و همچنین برنامه اسلامی که در قرآن و در دین ما هست، انشاءالله که زندان نیست برای زن. او آزادی که اونا میخواهند به معنایی که خود رو برهنه کردن و یا نیمه برهنه در بازار گشتن، یک چیزیست که امروز خود زنای اروپایی و یا زنای غربی هم که به این مرض دچار شدن بیچاره ها لعنت میفرستند به ما آزادی که دارن. به خاطر چی؟ وقتی که اینا رو عریان کردن میبینیم که عکس های از اینا روی پمپر اطفال و روی کاغذ سوشناب و روی شامپو و صابون در داخل حموم و تشناب استفاده میکنند. بعد وقتی اونا این عکس های خود در اینجا میبینند، میبینند که واقعا شخصیت اینا زیر سوال رفته. پس خود لعنت میفرستند رو آزادی که هست و نمی دل در میخواهد در جامعه ما امروز این ویروس را تقویه بکنه. من از تمام علمای عزیز خود خواهشمندم که روی این موضوع حساس باشند و همچنین برنامه های فضای اختلافی که امروز در جامعه های اسلامی دامن میزنند در طرف مسیحیت یا همچنین برنامه های دیگری که از طریق کمک مؤسسات کمک رسانی اینا هر کدام باور امتحان است در جامعه که کرده پراکنده کرده در بین افغانستان ما، خصوصا در مناطق و دیهات اینا که هست. ما خودم مشاهده میکنیم برای مؤسسات گوناگونی به لباس خیرخواهانه وارد میشن، تمام مردم افغانستان رو با هم در آویز کردن. یک مشکلی که امروز ما با او دست پنجه نرم میکنیم. اینجا جناب عبدالحلیم، شما هم گفتین که امام جمعه هستین در کروخ هرات، علما در این باب مسئولیت دارن، البته کسانی که امام جمعه هستن سخنرانی های جمعه به دستشان هست، مساجد و منابر به دست دارن، از اون طریق چرا کار نمی کنن یا می کنن؟ مشکل هم اینجاست که یک سلسله اختلافات در بین خود علما رخ داده، خیلی مسائل در مسئله حجاب که اختلافی ندارن، در مسئله حجاب که اختلافی ندارن، همه با هم یک صدا باید این موضوع را مطرح بکنن، خواهران مسلمان، پدران مسلمان را متوجه بسازن. مثلا در قضای اواخر خوال تمام علما خو استادگی میکنن، اما دولت در کنار نباید استاد نمیشه در این قضیه. حالا مثلا یک مسئله اخیری که ما مطرح بکنیم، قضیه دادن تندیس شجاعت برای یک مثلا درخواست ای از جانب وزارت و معارف، ای واقعا کار شایسته نبود که باید دولت این نمیگذاشت. علمای ما همه با هم استادان پشت کنسرت 28 درصد ای کار نشه صورت نگیره، حتی در همون روزی که کنسرت هم صورت گیری تظاهرات خود را کردن. بله. اما دولت به جایی مثلا دور تخلیه بکنه آمد علما را خدشه دار کرد. اما مثلا کنار روی استاد شد تندیس شجاعت برای عزیز داد. ما از آن معلم و از آن مربی همین اقدام های غیر حکیمانه و غیر مسئولانه دولت مخالفین مسلح دولت را افزایش میدهد، قسمی که آقای حنیف اطمر دیروز گفتند که نیروهای مخالفین مسلح دولت در 7 سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است. و افزایش از اینا دقیقا نمینه دیگه جناب استاد. وقتی که ما نگاه بکنیم یک کارمند افغان یا مثلا یک مرد عادی افغان وقتی میره پشت دولت میره از این تقاضا میشه یه قدر رشوت بده، خود تفنگ کی برمی داره دیگه؟ تفنگ همین آدم میره برمی داره، پس این اگه همون نفر میزنه که از اون یه قدر رشوت خواسته، واقعا این کارهایی که میشه همه دولت میکنه. واقعا تشکر میکنم برادر عزیز عبدالحلیم مخلص کروخی، تشکر میکنم که با ما صدای خود را شریک ساختید. وقت برنامه چون به پایان رسیده نمیتونم از این زیاد با شما هم صحبت باشیم، انشاءالله در برنامه های بعدی اگر تماس گرفتید صدای گرم شما را خواهیم شنید. تشکر از تماستان، خداحافظ. سلام باشید. خداحافظتان.
تشکر میکنم بین های عزیز از تک تک شما عزیزان که تا این لحظات با ما بودید. البته قسمی که ما وعده سپردیم در ماه یک برنامه را مختص میکنیم برای بین های عزیز، برنامه قلب آسیا. افغان های عزیز ما از سراسر جهان میتونند که تماس بگیرند و دلگفته های خود را با ما شریک سازند. همچنان میتونید که دلگفته های خود را از طریق صفحه فیسبوک برنامه بفرستید و از طریق شماره واتساپ برنامه نیز میتونید که با ما شریک سازید. حتما اینجا خواهم خواند پیام های شما عزیزان را. تشکر ویژه دارم از همکاران عزیزم پشت صحنه، احمد جان و فرید جان. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.